سلام، من متحر سادات با یک ویدیو جدید در خدمت شما هستم. آرزو دارم هر جایی که هستین خوب، سهتمند، سرحال باشید. در ویدیوی قبلی راجع به دواهایی که سنتیز دیوار حجروی باکتری را مهار می ساخت و باعث از بین رفتن باکتری می شد، صحبت کردیم. در این ویدیو در مورد دواهایی که سنتیز پروتین باکتری را مهار می و از این طریق منجر و از بین رفتن باکتری میشه بحث خواد کردیم. پس تا اخیر ویدیو با من همراه باشید. خب قسمی که در این شکل شما می بینین رایبوزوم نمایش داده شده است. رایبوزوم محلی است که سنتیز پروتین باکتری در این ناحیه صورت می گیره. دواهایی که قرار است سنتیز پروتین باکتری را مهار بسازد پس باید برای بزوم متصل شود و تاثیر خود اجرا کنه این دواها شامل امینوگلایکوزید ها تتراسیکلین ها مکرولید ها و غیر دواهایی هستند که با متصل شدن به رایبوزوم باعث مهار سنتیز پروتین باکتری میشه خب حالا میایم روی شکل رایبوزوم صحبت میکنیم رایبوزوم های انسانی و رایبوزوم های باکتریایی تفاوت دارن تفاوتشان در اندازه و سایت هایشان می رایبوزوم باکتریایی اندازش 70 اسم می باشه و رایبوزوم های انسانی 80 اسم می باشه. پس رایبوزوم باکتریایی یک اندازه از رایبوزوم انسانی کوچکتر است. و رایبوزوم باکتریایی از دو سب یونت تشکیل شده. سبیونت یونیت سی اس و پینجا اس. رایبوزوم انسانی از دو سبیونت تشکیل شده چل اس و شست اس. ما حالا میاییم روی رایبوزوم باکتری که از سی و پینجا اس تشکیل شده. تمام دواهایی که یادآوری کردیم امینوگلایکوزیت ها، تتراسیکلین ها، مکرولیت ها، و همی سب ها متصل میشه. در کل تمام دواهایی که یادآوری کردیم و سی میکانیزم باعث مهار سنتیز پروتین باکتری میشه. به طور مثال اولین دوایی که بر شما مثال میتوم تتراسیکلین است. تتراسیکلین به ناهی CS متصل میشه. و از متصل شدن تی آرنه به ام یا سایت ای که در شکل شما میبینید جلوگیری میکنه. ای سایت به نام اکسپتور سایت هم یاد میشه. محل اتصال تی آرنه هست. بنان وقت تتراسیکلین به سایت سی اس رایبوزوم متصل میشه تی آر نمیتونه به اکسپتور سایت یا به ام آر متصل شوه و بنان سنتیز پروتین باکتری را مهار میسازه و باعث از بین رفتن باکتری میشه دومین میکانیسم سنتیز پروتین باکتریایی مهار انزایم پپتیدیل ترانسفراز است و طور مثال کلورومفینیکول به محل پینجا رایبوزوم متصل میشه و انزایم پپتیدیل ترانسفراز را بلاک میسازه قسمی که از نامش هم به نظر میرسه پپتیدیل ترانسفراز انتقال دهنده ده گروپ پپتاید بناهن وقت دوای کلورومفینیکول و سب یونیت متصل میشه باعث میشه که انزایم پپتیدیل ترانسفراز مهار کنه و مهار ای انزایم از ساخت روابط پپتیدیک جلوگیری میکنه خب میاییم روی شکل در ناحیه پی یک شاخی از امینو اسید قرار داره این امینو اسید قرار است به محل ای منتقل شود و انتقال از ای توسط انزایم پپتی دلترانسفراز صورت میگیره وقتی که دوای کلرومفنیکول به سب یونیت متصل میشه از این انتقال جلوگیری میکنه وقتی که این انتقال صورت نگرفت باعث میشه که پروتین سنتیز نشه و باکتری از بین بره سیومین میکانیزم مهار سنتیز پروتین باکتریایی مهار ترانسلوکیشن می باشه. یا بلاک عملی ترانسلوکیشن یا همون مرحله جابجایی در سنتز پروتین هست که توسط دواهای مثل مکرولیت این عملی انجام میشه. شه. قسمی که شما در این شکل می بینین مکرولایت هم به ناحیه پینجا اس متصل می شه. خب در ابتدا می خواهیم راجع به پروسه ترانسلوکیشن صحبت کنم. چه پروسی هست؟ در این پروسه تی آر از ناهی ای سایت قرار است به ناحیه پی منتقل شود و انتقال تی آر از ناحیه ای به پی را ترانسلوکیشن میگه. دوای مکرولایت تا عملی ترانسلوکیشن را بلاک میسازه که بلاک این عملی در نهایت منجر به مهار سنتیز پروتین باکتری میشه یا به طور ساده تر برای شما بگویم پروتین باکتری سنتیز نمیشه خب این سی که بر شما گفتم از جمله بهترین میکانیزم های مهار سنتیز پروتین باکتری هست که توسط دواهای مهار کننده سنتیز پروتین باکتری اجرا میشه حال میاییم روی دواها خب در اینجا شما دواهای مهار کننده سنتیز دیوار حجروی را میبینین انهیبیتور آف باکتریال پروتین در کل تمام دواهایش شامل امینوگلایکوزیت ها، تتراسیکلین ها، مکرولیت ها، استرپتومایسین، لنزولیت، کلیندامایسین، دالفوپرسین، کوینپرسین. تمام دواها شامل همینا است. ولی به خاطر سهولت بیشتر به دو گروپ اینا رو تقسیم میکنیم. امینوگلایکوزیت ها و تتراسیکلین ها دو دوایی هستند البته دو گروپ از دوایی هستند که به سب یونیت سی اس متصل میشه مکرولیت ها و دواهایی که به صورت تنهایی هستند یعنی گروپ از دوا نیستند مثل کلورومفینیکول، استرپتومایسین، لنزولیت، کلیندومایسین، دالفپرسین، کوینپرسین اینا به سب یونیت پینجا اس متصل میشه خب در این تصویر که شما میبینید اولین گروپ از دوا امینوگلایکوزیت ها نمایش داده شده به خاطر وضاحت بیشتر و به خاطر از که شما بهتر موضوعات بگیرین اکتیویتی و کلینیکل یوز فارماکوکینتیک ساید افکت تمام شده در قالب سلاید جداگانه بر شما تهیه کردیم خب در اینجا شما اولین گروپ از دواهای امینوگلایکوزیدها ها را میبینید خود امینوگلایکوزیدها Uh, یک گروپ از دوا هست که چندین دوای دیگر شامل شود در قدم اول اکتیویتی اند کلینیکال یوزز استفاده کلینیکی و فعالیتش در اینجا یادآوری کرده باکتری سیدل امینو ها دواهای باکتری سید می باشند اکومولیتد انتراسلولری ویا ان توسط یک سیستم وابسته به اکسیجن داخل غشای حجره میشه و تراکم میکنه یا انباشته میشه در کل به خاطر ازی که وابسته به یک سیستم اکسیجن هست یعنی در موجودیت اکسیجن داخل حجره میشه بنان حوازی ها مستعد ای دوا هستند و فراموش نکنین که امینوگلایکوزیت ها به سب یونیت سی اس متصل میشد و همچنان گفته شده انیروبیس آر انتلی به این مفهوم که غیر ها به صورت ذاتی در مقابل گروپ دواهای امینوگلایکوزیت ها مقاوم هستند یعنی که امینوگلایکوزیت ها روی ارگانیزم های غیر حوازی هیچ گونه فعالیتی نداره در قسمت بعدی گفته شده Spectrum includes گرام negative roots تیف از اینا شامل باسیل های گرام منفی میشن شامل تمام باسیل های گرام منفی حوازی البته و دواهای از این شامل جنتامایسین، توبرامایسین، امیکاسین که از جمله امیکاسین به صورت ترکیبی با سایر دواها استفاده میشه و دواهای دیگه هم در این گروپ شامل است مثل استرپتومایسین، نیومایسین، کانومایسین، سیسومایسین، فرامایسین و غیر دواها و همچنان گفته شده سنرژستیک اکشنز اوکر فور انفکشنز کازد بای انتروکوکسی و پی ارجونیزا به این مفهوم باشد که به خاطر به دست آوردن خاصیت سنرژستیک از اینا ما می تونیم گروپ دواهای امینوگلایکوزید ها را با پنسیلین ها یک جا کرده به مریض بتیم به خاطر انتانات انتروکوکی و به خاطر ایروژینیزا میتونیم پنسیلین هایی که ساحی توسط یافته دارن اکستندن اسپکتروم اف پنسیلین و یا میتونیم که سفالسپورین های نسل سیر همراه با امینوگلایکوزیت ها برای افونت هایی که ناشی از انتانات ایروژینیزا هست توصیه کنیم و نکته مهمه که ما باید یادآور شوم در مورد استرپتومایسین ایسته که دوای انتخابی در مقابل انتانات توبرکلوز هستند و همچنان در تاون و تولریمی یا پستیس و فرانسیلا تولرانسس داره. پس در کل گفته میتونیم که امینو گلایکوزیت ها دواهای باکتریسیت هستند و در مقابل ارگانیسم‌های های فعالیت خوبی دارن ارگانیسم‌های های غیر هوازی در مقابل از اینا به صورت ذاتی مقاوم هست و تیف از اینا شامل باسیل های گرام منفی هست دواهای شامل جنتامایسین توبرامایسین امیکاسین، استرپتومایسین و سایر دواهای هستن که یادآور شدیم و همچنان گپ مهمه که هست امیدو گلایکوزید ها با پنسیلین ها و یا سفارسپورین ها ترکیب میشه بر یک تعداد انتانات بسیار فعالیت خوب داره که از او جمله گفتیم پنسیلین جی همراه با امینوگلایکوزیت ها ترکیب میشه برای انطانات انتروکوکی و همچنان سفالسپورین نسل سه یا پنسیلین با ساحه توسط یافتن با امینوگلایکوزیت یک جا میشه برای انطانات پی ارژینیزا و یا سودموناس ارژینیزا خب میرسیم روی فارمکوکینیتیک امینوگلایکوزیت ها قسمی که در اینجا گفته شده are polar compounds not absorbed orally or widely distributed into tissue اینا که هستن ساختمان قطبی دارن از لحاظ ساختاری قطبی هستن و به همین خاطر خوراکی جذب نمیشن و در انساج هم نفوذ نمیکنه. و در قسمت بعدی گفته شده رنال الیمینیشن پروپورشنال تو جی اف یا گلومرول Filtration ریت and major dose reduction needed in renal dysfunction توسط فلترشن گلومیرولی از بدن حذف میشه و کلیرانس یا پاکسازیش از بدن با فلتریشن گلومرولی متناسب است یعنی سرعت ازی با سرعت فلدرشن گلو بدن یکسان است و دوز در کسایی که اختلالات کلیوی داره باید کاهش داده شود. خب میرسیم روی عوارض جانبی امینوگلایکوزید ها که از جمله سه عوارض جانبی مهم که ایجاد میکنه عبارت هست نفروتاکسیسیتی، اوتوتاکسیسیتی و همچنان نورومسکلر بلاک یا بلاک عصب و عزله. خب ابتدا در مورد نفروتاکسیسیتی صحبت میکنیم نفروتاکسیسیتی یا سمیت کلیوی گفته شده شش تا 7 فیصد انسیدنس در 6 تا هفت فیصد, فیصد افرادی که امینوگلایکوزیت ها مصرف میکنن رخ میتن و ای حالت های که رخمیته عبارتند است پورتین یوریا هایپوکالمی اسیدوس اینا رو شامل میشه و همچنان نکروز توبولر هات یا اکیو توبولر نکروزس که به صورت گفته معمولا یوزولی ریورسیبل که معمولا برگشت پذیر است و همچنان توسط دواهای زیل گفته شده ای حالت امی نفر تاکسیسیتی افزایش پیدا میکنه م... که شامل وانکومایسین، انفوتراسین بی، سسپلاتین و سکلو اسپرین میباشه میرسیم روی دومین آرز جانبی دواهای امینو ها که بارت از اوتوتوکسیسیتی یا سمیت شنوی می که در, در دو فیصد افراد استفاده کننده ای دواها رخ می ای حالت که سمیت شامل هرسل دمیج یا آسیب به همو حجرات یا سلول های مو دفنس یا ناشنوایی به صورت ایرورسبل یا غیر برگشت پذیر است و همچنان وستبولار دس فانکشن یا سمیت اختلال عمل کرده که کی به صورت ریورسبل یا برگشت پذیر است و در اخیر گفته شده توکسیسیتی می به انهانسد بای لوب دیورتیک سمیت توسط دواهای لوب دیورتیک افزایش می آبه دواهای لوب دیورتیک اگر با دواهای امینوگلایکوزیت ها یک جا مصرف شده این سمیت های شنویر که ذکر کردم افزایش میکنه و یک نکته مهمی که در قسمت میخوایم به شما بگویم خود حرف امینوگلایکوزیت ها را قسمه که شما در بالا میبینین او NO در حروفش جا داره به شما نقل میته مثلا نفرو و اوتو تاکسیسیتی از جمله اورز جانبی کوزید هاست که بسیار مهم است و همچنان خود دواهای کوزید ها گفتیم نیاز به اکسیژن داره تا ارگانیسم از بین ببره نیت اکسیژن فراموش نکنین که امینوگلایکوزیت ها دواهایی بود که به اکسیژن نیاز داره تا که ارگانیسم از بین ببره و همچنان گفتیم که باسیل های گرام منفی خوب از بین میبره گرام نگتیف ارگانیزم نگتیف ارگانیزم پس سه نکته مهم میتونیم از نام امیر گلایکوزید ها بیاد خود داشته باشیم یکی که نیاز به اکسیژن داره نید اکسیژن uh, از جمله آرزه های جانبیش نفرو و اوتو و همچنان گرام نگتیف ارگانیزم نگتیف ارگانیزم را از بین میبره میرسیم روی سیومین آرزه جانبی امینوگلایکوسید که بارت از بلاک عصب و عضله یا نور ماسکلر بلاک می باشه که توسط تطبیق دوز زیاد از امینوگلایکوزید در بدن در قسمت های پوریتوان یا پلاورا باعث میشه که اسیتول کولین افرازش کاهش پیدا کنه که گفتم می انهانس افکتس اف اسکلیتال ماسلز ریلکسانت که ممکن است دواها اثر شل کنندگی یا ضعف عضلات اسکلیتی را افزایش بده. در این ویدیو در مورد دواهای امینوگلایکوزیت ها گروپ اول دواهای مهار کننده سنتز پروتین باکتری صحبت کردیم. در ویدیو بعدی در مورد گروپ بعدی دواهای مهار کننده سنتز پروتین باکتری صحبت خواهد کردم. اگر ویدیو مورد پسند شما واقع شد میتونید چنل مرا سابسکرایب کنین و ویدیو رو همراه دوستایتان شریک بسازین تشکر از توجهتان خدا نگهدار